درود بر شما. در این جلسه آموزشی میخوام براتون در مورد آکورد ها صحبت بکنم و تفاوت بین آکورد های ماژور و مینور. قبل از اون میخوام یک مورد رو براتون توضیح بدم که اون هم علائم تغییر دهنده هست. بهش میگن علائم تغییر دهنده. ببینید این تغییر دهنده ها به این صورت هست. ببینید نوت آزاد در سیم یک هست، می، بعد از می فا، ببینید فرت سوم سول، بعد از فا سول، بعد یک، میبینید یک فرت این وسط میمونه که این فرت رو وقتی ما میبینیم اینجا بایستی که علائم تغییر دهنده رو ما بهش نگاه بکنیم، که ببینید وقتی که فارو نوت فارو یک فرت به جلو بیاریم یا به بالا حرکت بدیم، فا تبدیل به فا دیز میشه، و وقتی که ببین نوت سول رو در فرت سه یک فرت ما به پایین بیاریم، این تبدیل به سول به مول میشه. علائم تغییر دهنده دیز به مول و به کار هستند. دیز یک فرت به بالا، ببینید از سمت چپ خودتون به این سمت که به سمت راست که برید میشه بالا، برعکس میشه پایین. اگه یک فرت به بالا برید میشه دیز، برعکسش فرض مثال سول یک فرت به عقب میشه بمول، سول بمول. و سومین علائم تغییر دهنده ما بکار هستند. بکار یک علامت خونسا کننده هست. ببینید هر قطعه موسیقی که ساخته میشه بر اساس یک سکیل یا گام اون کار ساخته میشه، و یک قواعدی هم اون گام یا سکیل طبیعتاً خواهد داشت. و فرض مثال اون گام به ما میگه که هر موقع شما در اون برگه نوتی که جلوتون هست و دارید تمرین میکنید یا مینوازید، هر موقع نوت فار رو دیدید شما فار رو به صورت معمول و صورت نرمال خودش اجرا نکنید، بلکه اون گام به ما میگه که فار رو همیشه فا دیزد بزنید. هر موقع در اون برگه فا دیدید فار رو دیز بزنید. یا فرزن لا، هر موقع لا رو که دیدید در اون برگه نوت شما فا رو بمول بزنید. این قاعده یک گام یا اسکیل هستش. علامت بکار این قاعده رو در نوتی که ما اجرا میکنیم بغل اون نوت این علامت رو ما میبینیم، که این علامت اون بمول و دیز ما رو خونسا میکنه، یعنی یه حالت استثناء به وجود میاره که به ما میگه که استثناءن این علامت رو که بغل نوت فا دیدید قراری که ما داشتیم که در این گام ما فا رو دیز بزنیم، استثناءن این نوت رو شما به صورت نرمالش اجرا بکنید، یعنی همون فا اجرا بکنید. یه حالت استثناء به وجود میاره، یه حالت کنسل کننده اون قاعده وجوده. دیز به مول و به کار رو به انگلیسی به شارپ یا فلات یا و همون نچرال بهش گفته میشه، شارپ، فلات، نچرال. و برسیم ما به بحث یا درس آکورتا. آکورتا رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. آکورتایی که تراید بهشون میگن، آکورتای سیونت آکورد میگن، یا اکستندد کورد یا کوردز بهش میگن، که ما در این بخش
فقط با تراید کار داریم. تراید میتونه مینور یا ماژور باشه و همینطور میتونه ساسپندد و آگمنتد و دیمینیشت باشن که ما در این بخش با همون مینور و ماژور و تفاوت بین این دو ما کار داریم. اولین تفاوتی که بین مینور و ماژور هست صدای اون کورد یا آکورد هست. ببینید صدای مینور صدای غمگینی هست. ولی صدای آکورد ماژور یه غمگین یا ناراحت کننده یا رومانتیک نیست و صدای شادی داره. پس مینور غمگین، ماژور صدای شاد. حالا ببین از لحاظ تئوری موسیقی این دو چه فرقی با هم دارن. به فرض اینکه ما اصلا آشنایتی با آکورد لا ماژور و مینور نداریم، ما میخوایم از ابتدا شروع بکنیم که ببینیم که این انگشت گذاریمون رو چه سیمی، رو چه کدوم فرت هستش. میخوام ببینیم که از لحاظ تئوری این آکورد لا مینور و لا ماژور یا هر آکوردی چه تفاوتی با هم دارن. ما به سه دسته آکورد ها اشاره کردیم که اولین اون که امروز ما جزء بحث ما هست این آکورد های تراید بهش میگن. آکورد تراید آکورد های هستن که از سه نوت تشکیل میشن. این شماره که من بهتون میگم این رو به خاطر بسپارید، 1, 3, و 5. ببین ما 7 نوت داریم که دو ره می فا سول لا سی. پرسش این هستش که خب ما گفتیم ترایت از 3 نوت تشکیل شد، خب این 3 نوت کدوم از این 7 نوت هستن؟ که اون پاسخ این پرسش این هستش که 1, 3 یعنی نوت 1، نوت 3 و نوت 5.